خدا، بحث رو ادامه میدیم از تب کریت. ابزارهای عمومی رو تقریبا گفتیم به صورت کلی، ولی خب قطعا نیاز داریم که دوباره برگردیم و از این ابزارها استفاده کنیم و تا آخر کار به این ابزارها نیاز داریم، مخصوصا قسمت Modify Dataset که الان میبینیم که چه قسمتی رو باید استفاده کنیم. خب قسمت Provision for Build Work Opening که شما از این قسمت میتونید دو گزینه رو انتخاب کنید، یا منوال باشه، دستی باشه تنظیماتون، یا اتوماتیک باشه که اینجا میتونید مشخص کنید. که حالا ما برای شروع اتوماتیک رو میگیم چون قسمت منوال یکم کار بیشتری داره. اتوماتیک رو انتخاب میکنیم. خب یک پنجره باز میشه. داخل این پنجره شما میتونید MEP element هاتون رو انتخاب کنید، نه اینکه به صورت جزء، به صورت کل انتخاب کنید و همینطور structural element. خب این پنجره رو داشته باشید. یکی از این قسمت باید تنظیمات رو انجام بدید، یکی از قسمت dataset modify dataset، اینجا قسمت provision for builders work openings، اینجا سیتینگ رو انتخاب میکنید، یکی از اینجا شد، پس این شد شماره دو. و سومین قسمت از قسمت پلاگینی هست که باید اینجا اضافه کنیم، پلاگین اوپنینگ که پلاگین مهمی هست و باید حتما اضافه بشه. خب من قبل از اون اومدم یک حالا مدل خیلی ساده ای رو اینجا برای شما ترسیم کردم. همینطور که مشاهده میکنید من اومدم فایل معماری و فایل سازه رو داخلش لینک کردم. یه لحظه من این رو بذارم روی کوردینیشن که با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من یه لحظه معماری رو آنلود میکنم. اوکی ببینید اون معماری بود و این سازه، این رو هم آنلود میکنم، این دیگه شد تحصیل. پس الان فایلی که ما باز کردیم فایل MEP هست. اومدیم فایل MEP رو باز کردیم، اینو دقت داشته باشید. خب من یه لحظه اینو ببندم که از صفر بهتون بگم. خب اینو ذخیره کنم. خب من میام فایل تأسیساتم رو باز میکنم، اینو حتما دقت داشته باشید. اینو بچه هایی که دوره مقدماتی متوسط رو گذرانده باشن کامل میدونن چی میگم من. خب میام پایین، داخل فایل تأسیسات فایل معماری رو لینک میکنم، چون قبلا یک بار حالا لینکش کردم، این بار فقط کافیه ریلود رو بزنم یا از اینجا منیج لینک معماری انتخاب کنم ریلود بزنم. اگه آدرس عوض شده ریلود فرام بزنید. استراکچر هم همینطور. من یک فایل ساده رو براتون اینجا انتخاب کنم، البته خودم مدل کردم که سریع استفاده کنیم ازش، فایلم سنگین نباشه. بهش پس اینو کامل متوجه شدید، حالت دیسیپلین رو هم گذاشتم روی کوردینیش. خب پس ما الان سه قسمت شد دیگه، از این سه قسمت قسمت سوم رو لازمه که حتما دانلود کنیم. خب این ابزار رو از کجا دانلود کنیم؟ از دو قسمت میتونید، یا مستقیم مراجعه کنید به سایت، یا اینکه نه بیاید از قسمت خدمت شما عرض کنم که Add-ins، اینجا پلاگین منیجر اینو بزنید، منتظر بشید تا باز بشه قسمت. اینجا اوپنینگ رو باید پیدا کنیم، میام پایین تر. خب اینجا Magicad Builders Work Opening Tool آن برای ورژن های یا رویت 2020-2019 با این ورژن. اگه قبلا نصب کرده بودم من که دیگه اینجا وجود نداشت، میتونید این استال رو بزنید. حالا اگر نخواستید از اینجا اقدام کنید که میتونید برید داخل سایت، سایت هم بهتون بگم، سعی کنید از داخل نرم افزار کمتر حالا به اینترنت وصل بشید. ممکنه مشکلی هم براتون پیش نیاد، یک سال دو سال هم کار کنید، ولی اتفاق دیگه ممکنه مشکل ساز بشه. بیاید از قسمت MEP software
عذرخواهی میکنم، من یه بار برگردم. بیا سایت magicat.com MEP software، میام پایین plugins انتخاب کنید. اینجا من حالا ریویو تو بزنم. خب بعد از این قسمت لازمه که بریم قسمت، خدمت شما عرض کنم که پلاگین رو اومدیم Magicat for Revit. اینجا حالا میتونید پلاگین ها رو ببینید و میتونید این پلاگین ها رو نصب کنید. حالا اون پلاگینی که ما میخوایم اینجا نیست، پلاگینی که حالا نیاز داریم، این یک قسمت رو، این خواستم بهتون بگم، یک قسمت داریم که اونجا قسمت اصلی هستش. خب این قسمت اصلی کجا وجود داره؟ قسمت اصلی میرید خدمت شما عرض کنم که یه لحظه قسمت ساپورت اینجا دانلود این رو بزنید. این قسمت میایم قسمت دانلود Magicat. پلاگینز قسمت مختلف داره ها، میام اینجا قسمت، خب درونی که اینجا نیست، ویندوز مو 64 برای ویویت میخواییم. خب من یه لحظه اسمشو چک کنم، اینجا اسمشو ببینم، حالا یک پس من پیشوند داشته باشه با اونم میتونید سرچ بزنید. اوپنینگ اینجا سرچ بزنیم opening که مستقیم پیداش کنیم. خب ببینیم Magicat Builder World Opening Tool ورژن حالا 2020 و ورژن های دیگه هم اینجا وجود داره. خب ما میایم اینجا group. خب آدرس از من میخواد، من این رو ذخیره میکنم. پیش خب بعد از اینکه ذخیره کردید، حالا میتونید نرم افزار Revit رو ببندید و نصب کنید و بعد مجددا Revit رو باز کنید، یا اینکه نه از داخل خود نرم افزار Revit. من از داخل نرم افزارم براتون بزنم، این استار رو میزنم، ممکنه یکم زمان ببره. راست من ویدیو رو متوقف میکنم، نکست رو میزنم، اکسپت، این استار، منتظر میشم تا نصب بشه. خب نصب اون رو تمام شد، فینیش رو میزنم، حالا اینجا کلوز رو میزنم. خب حالا کلوز رو که زدم اینجا اضافه شد. ببینید Magicat Builders Work Openings Tool که اینجا ابزارش وجود داره. حالا برمیگردیم اینو توضیح میدیم. خب کجا بودیم؟ Magicat کامل اینو متوجه شدید، میام اینجا مجددا اتوماتیک رو میزنم. خب حالا اینجا مشخص میکنیم قسمت MEP Element Select Object، آبجکتی رو میخواید انتخاب کنید From the current model، در مدلی که حالا وجود داره. Select Object From Link Model، فایلی که لینک شده میخواید انتخاب کنید. Current View، فایلی که حالا فایل جاری یا فایلی که وجود داره. یا Select Level، این امکان خیلی جالبیه که این امکان رو به شما میده لول به لول بیاد کلش گیری کنید. حالا اون سلکت آبجکت ممکنه شما بخواید اتاقی رو کلش گیری کنید، میتونید با استفاده از سلکت آبجکت اون محدوده و قسمتی رو که میخواید کلش گیری کنید. ما کارنت ویو رو میزنیم. قسمت پایین سلکتد مودلز کارنت اور لینکد، حالا سلکت یا مودل توی پروژه MEP دقت کنید، سلکتد مودل کارنت اور لینک که اینو فعلا فعال نمی کنم. قسمت استراکچرال المنت مربوط به استراکچر یا ساخت یا سازه یا معماری کلی داره میگه به شما، استراکچرال المنت به جز MEP. All models current or linked selected models current or linked، من میگم قسمت all model یا نه، میگم فقط کلش MEP رو بیا با آرشیتک پیدا کن.
یا با استراکچر، یا میتونید کلید کنترل پایین نگه دارید دوتا، یا یعنی اینکه نه من بگم روی همه میخوام کلشمو پیدا کنیم. اینم جالب بود. حالا میاد اینجا برای شما ریزترش میکنه، خوردش میکنه اینجا، مثلا کاتگوری فیلتر انتخاب، خب قسمت MEP استراکچرال اول کاتگوری برای همه میخوام یا نه من فقط میخوام برای داکتام پیدا کنه کلش رو. ببینید فقط داکتا یا فقط کاندویت یا اون چیزی که وجود داره توی پروژه، مثلا فایر هیدرونی که نداریم، مثلا بر اساس حتی سیستم هم وجود داره. من میگم برای همه میخوام کلش گیری کنیم. خب استراکچرال المنت سلکتد، خب این کلش رو میخوای نسبت به چی پیدا کنید؟ یه موقع شما میخواید براتون مهمه که برخورد بین تیر و ستون رو فقط داشته باشید، نه اینکه با دیوار. دیوار برای شما کلش حساب نمیشه، برفرض دارم، یعنی یه موقع یه جا براتون کلش حساب میشه، یا کف یا روف یا سیلینگ میتونید انتخاب کنید. مثلا اون کلش هایی که برای من مهمه دیوارهای سازه‌ای، دیوارهای معماری، کف برای من مهم نیست، مثلا خب روف برام مهم نیست، سیلینگ برام مهم نیست، سیلینگ هم نمیذارم، خب کالمز ستونها، استراکچرال فریمینگ یا تیرها، ستون این ستونهای معماری بود، ستونهای سازه‌ای و قسمت‌های دیگه. حالا ممکنه به عنوان مثال سازه دیگه هم داشته باشی، حالا خرپا باشه، چیز دیگه باشه. خب اینجا اول رو زدم، اینجا نه، اینجا بودم چند تا آیتم رو انتخاب کردم، اوکی رو میزنم. این از این، در نهایت میام چیکار میکنم، اوکی رو اینجا میزنم، منتظر میشم تا پیدا کنه. یا ممکنه اگه فایلتون سنگین باشه زمان میبره. ببینید من به خاطر همین فایل سبک انتخاب کردم که وقت زیادی نگیره، پروژه بزرگ باشه واقعا وقت زیادی رو ازتون میگیره. خب ببینید اینجا اومده، حتی این قسمت ببینید الان اومده فضاها رو مشخص کرده به این شکل، با کلیک روی هر کدوم براتون نشون میده. خب یه لحظه من اینجا این نکته هم بهتون بگم، نرم افزار قابلیت کنترل زد رو داره. یه لحظه شما برگردید ببینید این خیلی کمک میکنه به شما. بعضی از پلاگین ها هستن شما کنترل زد رو میزنید کار نمیکنه و لازمه که دوباره، حالا این قسمت هایی که لازمه رو پاک کنید تا دوباره این کار رو انجام بدید. خب حالا ما اول این قسمت رو بهتون گفتیم، این مرحله اول شد. ببینید قبل از اینکه این مرحله رو هم انجام بدید با هم میریم برای شروع. خب میایم مودیفای دیتا ست، گفتم قسمت پروویژن فور بیلدرز ورک اوپنینگ، قسمت پراپرتی و ولیو. حالا مشخصا مقداری که دارید اینجا میتونید دوبار کلیک کنید، این پنجره باز میشه. ببینید اینا همه پنجره ها یکیه، فرق نمی کنه. ببینید من روی هر کدوم کلیک کنم میاد داخل این پنجره، هیچ فرقی نمی کنه. خب مثلا مرج اینتو لیمیتز آفست، میام بالاتر آفست لیمیتز به همیشه. اینجا میتونید مقادیر رو ببینید چه مقادیری وجود داره. آفست بیلو اراوند رکتانگولار آبجکت، فاصله حالا قسمت پایین، حالا دایره یا مستطیلی آبجکت چقدر باشه؟ 50 میلیمتر. ببینید بهش اینجا اومده به صورت واضح به شما نشون داده که به عنوان مثال بیلو اراوند رکتانگولار آبجکت H1 اینجا میشه این فاصله. خب من این فاصله 50 تا مثلا 5 سانتی متر میشه، میذارم 40. اینجا اراوند سیرکل آبجکت برای دایره ای H2 چقدر باشه؟ مثلا این رو میذارم 3 سانتی متر. خب این برای ونتیلیشن بود، این برای پایپینگ، مثلا پایپینگتون چقدر باشه، مثلا میگم برای پایپینگ هم 40 باشه، برای الکتریکال هم 30 باشه. برای الکتریکال حالت مستطیلی چقدر باشه؟ مثلا 30 باشه.
قسمت HS above، قسمت بالا، بیا میگم اینجا هم برای من چقدر باشه، مثلا 40 باشه، این فاصله گپی که میندازه خالی میکنه. خب این extra offset around fire or flow dampers برای حالتی که حالا شما دمپری داره که دبی رو کنترل میکنه، یا حالا دمپر فلو یا فایر، دبی رو کنترل میکنه، من به آتشانی میشه، دایری فاصله که وجود داره چقدر باشه، اکسترا